شمشیر دکتر مهدی بر فسیل سیاسی مسما به افغانیت اسلامیت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل کابل وایز. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما اطلاع حاصل نمایید. رزاق مامون در گزارش نامه افغانستان می نویسد شمشیر دکتر مهدی بر فسیل سیاسی مسما به افغانیت اسلامیت. قوای محرکه برای جنگیدن با دشمنی که فکر می کند از عرش نزول کرده چی است؟ دکتر محی‌الدین مهدی پژوهشگر و اندیشه پرداز همیشه ممتاز بوده است. ایشان برجستار جرق زد که زیر پوست دیدگاه های نسل اول و نسل دوم مقاومت وجود داشت دارد. در مقاومت اول کسی از این سنخ خودی نمی نمود، اما جمعی از خواص مطلعند که این ریز آتش در واپسین سال مقاومت جانگاه در تنگنا در مغز انوشه گرامی احمد شاه مسعود نمارهای عیان کرده بود. یعنی نبرد بیان که از شعار جهادی و اسلامیش جدا شود، از جهاد به سوی دفاع از هویت و فرهنگ در حال گذار بود. از همان زمان جهاد علیه طالب مفهوم خود را با مقاومت ملی درآمیخته و گفتمان مبارزه در خط حراست از جغرافیای فرهنگی و هویتی جلو رفته است. رویش واکنشی در برابر تأثیرات هر تابو شکنی در اول بر حذرداری و روایات ممنوع است. نیمه دوم پیاله گفتار دکتر مهدی که از جرگه بالانشینان بی سواد همارت تبر را جسته این است که با شعار اسلام سیاسی صرف به جای نمی رسید. هر آینه در جهان اسلام هیچ فرقه با کدام مرتبه نرسیده است. مضمون مقاومت مسلحانه در گردانه های هندوکش نیز اساسا نبرد تاریخی هویتی است، نه از بحر مسلمان سازی ملت مسلمان افغانستان. او نگفته است که ابزار کارآمد جهاد را به طالبان و پاکستان هدیه کنید. در این دور جوهره قدرت فرهنگی و نیروی هویت تاریخی را نیز بر آن بیفزایید. حربه جهاد از این جهت صلاح زنگ زده است که در دست هر کس افتاده است. صلاح دیگر در کار است تا رزمندگان را پهلوان تر کرده و کار را فیصله دهد. صلاح که فهیم عبدالله و قانونی و دیگران از قدرت و مرتبت سرنوشت ساز آن بیزاری جسته و به قول مارشال فهیم سرنوشت سیاسی و نظام را به صاحبان اصلیش هدیه کرده بودند. کار ناتمام فهیم با مدد اشرف غنی امرالله به تاریخ 15 اگست 2021 به اتمام رسید. اما رخ دیگر جستار چه تصویری می دهد؟ قوای محرکه برای جنگیدن با دشمنی که فکر می کند از عرش نزول کرده چی است؟ اگر بر شیپور شعارهای سنتی جهاد همچون عنصر انگیزشی برای جنگ ملی مستمر دمیده نشود و دشمن بر آن طبل لاینقطع بکوبد، از جماعت حداکثری عوام بی سواد چند نفر برای مبارزه برای عدالت و دموکراسی به قربانگاه می روند؟ قاعده هنر جنگ و سیاست چه حکم می کند؟ چند روشن فکر حاضرند در نبرد تاریخی برای پاسداشت از جغرافیای هویت و فرهنگ خیش تا پای جان در سنگر بماند. شعار طرف روشن است: افغانیت اسلامیت. جداسازی مفاهیم عدالت، استقلال ملی از اعتقادات دینی مردم یک سیاه چاله عظیم در روح مردم پدیدار می شود که با شعار دموکراسی و استقلال نمی شود آن را دوباره پر کرد. رویکردهای سخت متناقض و در هم تنیده، سازگاری در هم آمیزی دینگرایی محافظه‌کار با استقلال ملی را با موانع روبرو کرده است. واگذاری متمسک کارساز تبلیغاتی جهاد در دست دشمن حداقل در جامعه مذهب زده افغانستان استقبال از شکست کامل است. دفاع از خانه، زمین، نفس و عزت در کتاب الله جهاد خوانده شده و اگر اراده بر این است که به نبرد تاریخی حاضر وفادار بمانید،
عدول از قواعد قدرت آور انگیزه جنگیدن را سقوط داده یا در خوشبینانه ترین حالت آبگین می کند. نمی توان اصرار کرد که عدالت اجتماعی و آزادی الزاماً از روی دینگرایی تعریف شود. اما در افغانستانی که روی کره آتشین اسلامگرایی نشانده شده، تا سرد شدن کره بدون مدیریت مغز دینگرایی محافظه‌کار نمی توان کره را سرنگون کرد. اسلام سیاسی در هیچ جای دنیا خوشبختی و آبادانی و ترقی بار نیاورده است. اما اگر این نکته را درست در زمانی که روی گسل تاریخی استاده ایم، دستاویزی برای چپروی قرار دهیم، میدان برای ناسازگاری عوام باز می شود. شعار عدالت و آزادی خارج از اسلام سیاسی در بین چند هزار روشن فکر جاذبه دارد. می ماند 3 میلیون نفر دیگر که معتاد به نماز، تلاوت، صدای الله اکبر و نعره تکبیرند. همین هاند که چرخ جنگ را می گردانند. نه تحصیل کرده ها و روشنگران. اسلام ذاتاً سیاسی است و سرش را به همه امورات زندگی بشر داخل می کند. همین است که هست. جناب دکتر مهدی آینده را از نظر تئوری و مناسبات مدرنیته درست می بیند. اما در این که آیا نظریه جرقه‌سان را در عقربه زمان مناسب سوار کرده یا خیر، پرسشی است که خودشان در مقالاتی به درستی می تواند پاسخ بدهد. در جنگ بدون فسون آفرینی فکری هیچ کسی پیروزی به دست نمی آورد. با شعار مدنی و اخلاقی نمی توان یک افغانستانی را تا پای مرگ و پیروزی به سوی جنگ پیش رانش کرد. جنگ اول مدنیت و اخلاق را در خود آسیاب کرده سپس جلو می تازد. دین ورزی سیاسی برخلاف دین مداری عرفانی نردبان رسیدن بر تارک اقتدار دنیایی است. در جای مثل افغانستان، پاکستان، عراق و غزه، اگر واپس این منزلگه رویایی یک تفنگچی تا قربت به مدینه فاضله خدا نباشد و قمانده سیاست لبیک نمی گوید. طبق یک خبر دیگر، افغانستان انترنشنال در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت مردمی، می گوید در هفته های آینده مقاومت مسلحانه در شمار دیگری از مناطق افغانستان گسترش می یابد. نظری به رادیو بین المللی فرانسه گفت: این جبهه یک استراتژی نظامی روشن دارد و مقاومت مسلحانه از اندراب و پنجشیر در سراسر کشور گسترش خواهد یافت. با تشکر از این که تا آخرین ویدیو با ما بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.